دوستان سلام، وقتتان بخیر. به محور امشب با من بهرام امان خوش آمدید. بیش از یک ماه می شود که مکتب ها برای دانش آموزان بالاتر از صنف 7 بسته است. از میان 9 میلیون دانش آموز که سرگرم آموزش در مکتب ها بودند، اکنون نزدیک به 70% آنان از آموزش باز ماندند. شمار از دانش آموزان از حکومت می خواهند که هر چه زودتر زمینه آموزش را برای دانش آموزان بالاتر از صنف 7 فراهم بسازند. احمد بهادر دانش آموز صنف 12 در یکی از مکتب‌های خصوصی در کابل است. او میگوید که بیش از یک ماه می شود به مکتب نرفته است. روی کار آمدن دولت جدید باعث شد که مکتب‌ها دوباره به سوی بحران بره و ما نتانیم دوباره به درس‌های خود ادامه بده. و قبل از او هم کرونا بود، مریضی کرونا که ما نتانستیم درس درست بخونیم، درست حسابی، و ما نگران آینده خود هستیم. مشاور پیشین وزارت معارف میگوید که اکنون بیش از 70% دانش آموزان از رفتن به مکتب ها باز ماندند. از 9 میلیون متعلم ساختار معارف افغانستان، همکنون نزدیک به 70% از متعلمین نسبت مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر مکاتب رفتن می توانند. بسته بودن درهای مکاتب بزرگترین صدمه را روی روحیه شاگردان، روی استعداد شاگردان، روی انگیزه شاگردان و روی آینده و اهداف شاگردان بزرگترین صدمه و مشکل را به وجود آورده است. با این همه برخی از دانش آموزان با نگرانی از آینده ناروشنشان می خواهند که هرچی زودتر درسهایشان آغاز شوند. مکتب ها فعلا مکتب وجود داره، نه کورس وجود داره، به خاطر تمامشان بسته شده به تحولات قیامت. از این خاطر نگران بیشتر هستیم. از طالب ها تقاضای ما نمیسته که مکتب ها را بر ما فراهم کنه تا ما درس بخونیم، به این وطن خدمت کنیم. کار روان ده انشالله، از این تکنیکی مسائل دی انشالله لند ورزو که حل کیدون کی دا به هم پلند ورزو که پیل شی انشالله. این در حال است که پیش از این وزارت معارف اعلام کرده بود که از صنف اول تا صنف 6 می توانند به درس‌هایشان ادامه دهند. آقای پرویز خلیلی مشاور پیشین وزارت معارف اینجا در استودیو و آقای احمد خان اندر آموزگار از سویدن با ما وصل هستند. که اردو میمان را بسیار به برنامه خوش آمدید. میگم آقای خلیلی، از میان 9 میلیون دانش آموز که سرگرم آموزش بودند، فعلا نزدیک به 70%شان، تاکید میکنم 70%شان از آموزش محروم هستند. فاجعه نیست؟ دقیقاً قسمی که در سایر بخش ما شاهد فاجعه بودیم و شاهد فاجعه هستیم، متاسفانه در سکتور تعلیمی هم شاهد یک فاجعه بسیار بزرگ و یک فاجعه غیر جبران ناپذیر هستیم. متاسفانه 2 سال است که معارف افغانستان و سکتور تعلیمی افغانستان با یک چالش کلان مواجه است. رئیس جمهور پیشین متاسفانه در سایر بخش‌ها خیانت کرد، اما یک خیانت بزرگ و تاریخی را در بخش تعلیم تربیت انجام داد که معارف افغانستان در این اواخر به شدت سیاسی ساخته بود. متاسفانه در 6 ماه قبل نزدیک به 20 ریاست بسیار کلیدی وزارت معارف اینا لغو کردن. وزیر معارف بدون شک در امانگی بسیار نزدیک با اداری اموری کار انجام دادن. و با چه هدفه؟ اهداف بسیار آشکار، اهداف قومی، اهداف سیاسی، اهداف تقریبا گفتم میتونیم که اهدافی که به در حقیقت به نابودی وزارت معارف افغانستان می انجامید. ما ریاست داشتیم به نام ریاست عمومی پلان، مجموعه پلان پالیسی اساسی وزارت معارف افغانستان می ساختی، ریاست اینا لغو کردن. ما ریاست داشتیم به نام ریاست مرکز ساینس، تمام تحقیقات و مسائل ساینسی رو اونا بررسی میکردن، جزء از نصاب می ساختن، می آوردن شامل سیستم خدمات تعلیمی افغانستان. او ریاست اینا لغو کردن و کادرهای را بسیار تجربه داشتن، تحصیلات و تخصص ملی و بین المللی داشتن، اونا را پس کردن و افراد وابسته و خودشان از اداره امور آوردن، تعیین کردن که متاسفانه اونا یک روز هم در سکتور تعلیمی افغانستان تجربه نداشتن. مثالش رئیس منابع بشری وزارت معارف که وزارت معارف 71% کل خدمات ملکی افغانستان را تشکیل میده و یکی از کلیدی ترین ریاست های زیر ریاست منابع بشری بود، یکی از کادر بسیار جوان با تخصص، با تجربه، یک کتری که خدمات و دستاورداش به سطح افغانستان ملموس بود، شاهدش بودیم. متاسفانه او را از سیستم از طریق رقابت آزاد آمده بوده، اما وزیر معارف قبلی رنگینه امیدی بدون کوچکترین توجه به خواست قانون و به ضرورت از شخص گرفت، منفکت یک آدم غیر تخصصی را آورد در وزارت ریاست منابع بشری وزارت معارف. امسال هم کارهای در وزارت معارف از 2 سال به این سو جریان داشت
داشت، متاسفانه معارف را زمینگیر ساخته بود. اما حوادث اخیر یک سلسله ترس و حراس و گمانهای بدی را بر ذهن و افکار خانواده ها و متعلمین جا داد که امروز ما میبینیم که شاید بالاتر از 70% از متعلمین دختر و پسر بر مکاتب نمیرن. خب گذشته از امروز شما از گذشته یاد کردین، بعض موارد مهم را ذکر کردین، چرا صدا بلند نمیشد؟ چرا مثلا شما خودتان در وزارت معارف کار میکردین یک بارم نگفتین که چنین وضعیت در وزارت معارف جریان داره؟ به یقین که ما نظر به امکانات و توانمندی ما میگفتیم. مطابق با قانون کارمندای بر حال حکومت نمیتونن در مسائل و پالیسی های اداره بیشتر اعتراض بکنن. ما یک مکلفیت قانونی داشتیم، یک موضوع بود. موضوع دیگه بود که جامعه در بخش های مختلف اعتراض میکرد. در مسائل امنیتی میدیدین که تعیینات سلیقوی رئیس جمهور و تیمش میکرد، مردم اعتراض میکرد، هیچ تاثیر نداشت. در مسائل اقتصادی همینطور بود، در مسائل فرهنگی، در مسائل ورزشی به هیچ گونه صدای مردم توجه نمیکرد حکومت گذشته. متاسفانه با دنبال و با تعقیب زمام وزارت معارف افغانستان هم همین با مصیبت سایر ادارات مواجه بود که هیچ گونه صدای شنیده نمیشد. یک چیز میگم که خوشبختانه در رهبری وزارت معارف افغانستان یک بخش بزرگ از این کادرهای بسیار با تجربه ورزیده با تخصص وجود داره هستند، اما تصامیمی را که اینا میگیرن، تحقیق و ارزیابی و تحلیل را که اینا میکنن، باز نتیجه از این معامله صورت میگرفت. ریاست پلان مجموعه از پالیسی های وزارت معارف هم میسازه، چی نیازمندی ها میباشد، چی توقعات میباشد، چالش ها، فرصت ها، راه حل ها را ارزیابی میکنه، جز از استراتژی معارف میسازه، باز او را میبرن در رهبری حکومت تایید میکنه، بر اساس از او بودجه تصویب میشه و این تطبیق میشه به ارتباط تطبیق خدمات تعلیمی. اینمی ریاست کمیان لغو میکنن. شما مشاور پیشین وزارت معارف بودین، حالا چطور از وزارت معارف خبر دارین که توجه هست، حتی برنامه است که آغاز بکنن مکاتب را، چی از فکر میکنین؟ متاسفانه با شکلگیری با پیروزی امارت اسلامی افغانستان دروازه وزارت معارف عملا بسته است. تنها یک روز زمانی که وزیر معارف امارت اسلامی معرفی میشد، برای یک روز رهبری وزارت معارف دعوت شدن و امو وزیر معرفی شد برایشان. پس از او دیگر وزارت معارف بسته است، کارمندا به وظیفهشان نمی آیند و مکاتب به شکل خیالی باز هستند. برایشان یک مکتوب داده شده، یک دستور داده شده که مکاتب را باز کنین، اما عملا نظارت وجود نداره، ارزیابی وجود نداره، امانگی وجود نداره، کمک های لازم وجود نداره. تشکر. آقایان در فکر میکنین چرا قدر دست کم گرفته میشه نظام آموزشی؟ سلام بهرام مامان، برای شما و به مهمان گرامی شما خلیلی صاحب و همچنان به همه هموطنان ما. ببینید خلیلی صاحب بسیار نزدیک اندیشید و نزدیک نظر اندازی کرد که شاید مسائل باشه با در وقت وظیفهشان که برایشان خوب نبوده، به او خاطر تنها دمی دو سال صحبت کرد. ما یک کمی پیش میروم، شخصا خودم صنف شش مکتب بودم که کودتای خلق پرچم کمیم شد. از همون زمان که مکاتب و معارف ما سیاسی شده تا به امروز ما خودم در کابلم پانتون خواندیم، محصول بودیم، متعلم بودیم و در اطراف در بغلان هم خواندیم. همچنان بعد از او که ماجر شدیم مسائل معارف ما از همین ویدیو شما میبینیم که چقدر مکاتب در وقت شروع پیدا شدن مجاهدین سوختانده شد، چقدر معلمین کشته شدن، شهید شدن، چقدر طلاب و همچنان چقدر به معارف ما صدمه وارد شد. اما قسم کسانی که تعرض کرد برای افغانستان مثل روسا و امریکا، اونا هم مکاتب را به شکل از اشکال بمبارد کردن، از بین بردن و در وقت پیروزی مجاهدین خواستن مکاتب وجود نداشت و در وقت امارت اسلامی دوره اولشان همین قسم تا صنف شش بودن و بعد از او در دوره جمهوریت نامنهاد یا ساختگی امریکا که برای ما جور کرده بودن، مکاتب خالی، مسائل سیاسی، تنظیمی، کار به اهل کار نسپردن، معلمین بدون از اینکه از اونها امتحان گرفته شده یک شادنامه داشته باشن، حتی فارغین نیستن که 12 نبودن. من شاهد ولایت خود هستم، از دوستای خود هستم که تا صنف شش خوانده بودن و معلم بودن و بعد از او هر روز یا به نام
جنگ یا به نام ازی که امروز معلم سرنامه و امروز مدیر سرنامه مکاتب رخصت می بودن، یعنی خیانت بزرگ با معرف افغانستان شده است که تا به امروز دوام دارد. حال که به حال می‌اندیشم که تحریک طالبا امارت اسلامی به قدرت رسیده و می‌بینیم که 34 ولایت افغانستان امنیت است و به دست از اینا هستند. اینا در قدم اول باید به مکاتب بندشن، چون اولاد ما آینده ای وطن هستند و نگذارن که دمی چند وقتی که اینا به نام این و آن مشکلات تکنیکی که ما در خبرهای شما شنیدیم. ولی آقای خلیلی میگن که تا دروازه وزارت معارف بسته است، فکر میکنین چرا قدر دست کم گرفته میشه؟ خب برای فعلا ما باید انتقاد نکنیم، دروازه های همه وزارت ها بسته است. بعضی از وزارت های کلیدی که هم با ملا صاحبا داده شده اصلا کار به اهل کار سپرده نشده، تا بال ما اردوی ما ساخته نشده، پلیس نداره، هر چیز ما برهم خورد. واضح گپ است که معارف هم برهم میخوره، اما امیدوار هستیم که تکرار دوره اولی خود را نکنن، بگذارن که محصلین، متعلمین، طلابا، مکاتب، پوهنتونا همگی باز شوند تا ما جهل و بدبختی کشور خدا از همین طریق، از طریق اولادای ما باید دانشمند شوند و فهمیده شوند به همین وطن خدمت کنند. نگذارن که جوانای ما، من میدانم جوانایی که در صنف نو هم بودن آل رو به فرار کردن طرف ایران و دیگه طرف ها پاکستان میرن. این به معنی ازی است که ما خود ما برای جوانای ما شرایط رمایه میسازیم تا اونا فرار کنند و مکاتب خلاص کردنش به نقص هیچ کس نیست. این رو باید عاجل باز میکردن تا از طریق مکاتب مسائلی که به مردم اعلان میشد، از مکاتب مثل میدیا اعلان میشه، به طلابا گفته میشدن و همچنان اداره کار شروع میشه. در غیر از او شاید بدبختی های هستن که ما دامنگیری باشیم، مثلا دزدی، قتل رجال، مشکلات جوانا با همی مسائل روبرو هستن که طالبان نمیتونن که با صد هزارها جوانا را دستش ببرن که دزدی کرده از و یا رویش را چاک نرو در بازار بگردن یا مرغ را گردنش پرتا و یا بوت موچی را گردنش پرتا که اینا دوزی کردن. این مسئله است که ما خود ما برای ازی شرایط آماده بسه، باید مکاتب در قدم اول شروع میشد، هیچ مسئله سیاسی دهی باید نباشد و نگذارن تا اولاد وطن ما برا گمراه تشکر. و براهای خراب برن. تشکر آقای خلیلی. آقای اندر گفتن تنها بس مکاتب نیست، تمام نهادهای دولتی بسته هستن. فکر نمیکنین که مسئله معارف و آموزشی یک مسئله جداست، یک مسئله مهمتر است، باید هر چیز زودتر اقدام شود؟ بدون شک آنچه که بزرگوار مهمانتان فرموده و نظر از اوناست احترام قائل هستیم، اما در مورد معارف افغانستان ما باید دو تا دیدگاه داشته باشیم. یکی که معارف ارتباط میگیره به حکومت و نهادهای سیاسی نسبت به معارف چگونه برخورد میکنن، اما یک بخش معارف برمیگرده به جامعه. جامعه مکلف است که به ارتباط آموزش و پرورش خانواده و فرزندانشان تلاش بکنن، سرمایه گذاری بکنن، چی به شکل در کورس باشه، به شکل خصوصی باشه، در مدارس باشه و در جاهایی که برشان قابل دسترس است و ممکن است، و ایره شاید خانواده ها میکنن. اما یک بخش آموزش و پرورش که مکلفیت دولت هاست، مکلفیت است مطابق به قانون اساسی دولت مکلف است که ارائه خدمات تعلیمی یکسان را بدون تبعیض به سر تا سر افغانستان برای شهروندان مساعد بسازه، او از جمله وظایف اساسی دولت است و 70% خدمات ملکی افغانستان وزارت معارف می سازه. در حد بالای 260 هزار تشکیل داره وزارت معارف افغانستان، یعنی که اگر ما در نسبت به پلیس بی توجهی میکنیم، نسبت به اردو بی توجهی میکنیم، نسبت به وزارت فواید عامه و انکشاف دهات، شاید یک روز جبران شود. اما اشتباه در بخش معارف اشتباه جبران ناپذیر است، ناممکن است. یک روز اگر دروازه معارف بسته میمانه شاید یک سال کشور عقب میره. البته بار طالبان وعده دادن که یک نظام مهم و خوب آموزشی میسازن و در تلاش هستن. دید طالبان در پیوند به همین مسائل آموزشی و تعلیمی را چطور میبینید؟ ببینید، ما دید طالبان را در کوتاه مدت خوشبین هستیم.
برخوردشان ای که اجازه دادن مکاتب باز شود، دانشگاه ها باز شود و امی که آمدن انطاف پذیری کردن که دختر پسر حداقل در یک سنف درس میخوانند با ایجاد یک پرده، این یک مرحله خوب از ما را به فال نیک میگیریم. اما دیدگاه واقعی و استراتژی طالبان نسبت به تعلیم تربیت زمان ثابت میکنه. و یک چیز دیگر هم فراموش نباید بکنیم که پیشتر هم ذکر کردیم که 70% خدمات ملکی معرف افغانستان شکل میده و اگر قرار باشه که سر تا سر افغانستان را خدمات تعلیمی اینا پوشش بتن، یعنی زمانی که حکومت گذشته با طالبا در جنگ بود نزدیک به 4 میلیون دختر و پسر از رفتن به مکتب باس مانده بودن و امروز که دیگه جنگ در افغانستان بر فعلا جنگ عملا وجود نداره، یعنی برای او تعداد 9 میلیون 4 میلیون دیگه هم افزود شده، یعنی مسئولیت حکومت طالبا در امر ارائه تعلیم تربیه بیشتر از حکومت گذشته شده، اینا بیشتر توجه بکنن. اما متاسفانه چند دری چند روز ما چند تا اشتباه و ضایع کلان را در معارف افغانستان شاهد بودیم. یک پروژه در وزارت معارف بود که از سالهای سال جریان داشت، پروژه اقرا، نزدیک به 300 میلیون دلار بانک جهانی میداد در ارتباط ارتقای ظرفیت و این استخدام میشد کارمندای با سویه بلند علمی و تخصصی، تجهیزات اداری برشان خریداری میشد در ارتباط انکشاف سکتور تعلیمی و همچنان نزدیک به 2000 مکتب را اینا توافق کرده بودند که در سر تا سر افغانستان اعمار میکنن پروژه بانک جهانی که عملا 500 مکتب از او ساخته شده و 1500 دیگه در حال ساختن است. این پروژه توقف است و پروژه جایزه است و ده ها پروژه اکویب است، ده ها پروژه و برنامه دیگه است که فعلا تعطیل هستند. اینا کمک های بین المللی است، اداره که امکنون حکومت طالبان امکنون اداره معارف افغانستان را باید فعالیتش سرعت ببخشه، از متخصصین گذشته که در بخش معارف تجربه دارن کمک بگیره، از نهادهای بین المللی بی‌طرف در امر تعلیم تربیت کمک بگیره، میکانیزم بازگشایی مکتب را به سرعت باز بکنن و در عین حال کمک های بین المللی که به شکل بشر دوستانه و به شکل از آدرس اینجوها و نهادهای خیریه به سکتور معارف افغانستان را میشد این رو دوباره جذب بکنن. و گفتم، تکرار کردم که او 4 میلیون متعلمی که دور مانده از معارف او هم باید جذب شد. آقای اندر، دید طالبان را چطور میخوانین؟ آیا موارد که آقای خلیلی اشاره کردن را در نظر داره طالب یا به خاطر بهترسازی روند آموزش و پرورش در افغانستان و تقویت نظام آموزشی در افغانستان برنامه های در طالبان میبینین؟ ببینین، احترام به صحبت های آقای خلیلی صاحب. آقای خلیلی صاحب صحبت میکنن، فکر میکنن که کشور اروپایی و هر چیز جور هستند. قبل از وقت از بسیار چیزا ما طالبا اصلا خودشان فکر نمیکردن که خود به قدرت میرسن. بسیار به قسم غیر منتظره که آمدن و ما خوشم هستم بدون جنگ داخل صحنه و قدرت را به دست گرفتن. اما این دهی 20 روز ما اینقدر انتقادات که خلیل صاحب کرد ما لازم نمیبینم و طالبا به هیچ شکل نمیتونه مثل دوری قبلی واره 20 سال قبل یا 25 سال قبل شکل معرف پیش ببره، مگر ببینیم که چی میشن و خواست جهانیان است، خواست وقت است. دو وقت خود مردم هم اصلا بسیاری مردم هم به اطفالشان به مکاتب روان نمیکنند. البته اشاره آقای خلیلی به دراز مدت هست که در دراز مدت باید چون این کارهای بشوه، اینمی چیزا رو باید پیشنهاد کنیم. آقای خلیلی صاحب همیشه در میدیا باید صحبت ها کنه، مقاله رو برسنن به طالبا پیشنهاد کنن، شاید اونا از این بسیاری مسئله آگهی نداشته باشن. ما باید به امراه از او هم کار شیم. شما فکر میکنین در کوتاه مدت چی کارهای باید میشد؟ در همین یک ماه یا بیشتر از این چی کارهای باید در پیوند به معرف و روند آموزشی میشد که نشده؟ ببینین، در یک ماه برای از اونها بسیار مشکل بودن، حتی خریطه و نقشه کابل بلد هم در وقتی در کابل داخل شدن. بسیار مشکل است که اونا اول مکاتب شروع میکنن. ما باید خیالی فکر نکنیم، عملی فکر کنیم. ما در اروپا شدیم و طرفدار یا کنم وظیفه در دولت امارت ندارم، اما واقعیت زمان همی است که ما باید ببینیم، وقت را بگذاریم. شما ببینیم مثل که خلیلی صاحب گفت در دو سال به نام کرونا چقدر منتظر ماندیم. حالا میتونیم که یک ماه اقلا منتظر بونیم تا ببینیم پلان دولت طالبان در مورد معارف چی است. نه تنها در مورد معارف، در مورد تحصیلات عالی
ما چی هست و در مورد بسیار بخشای جامعه است که اینا را جهانیان هم تعقیب میکنن و افغان ها منتظر هستن. طالبا فکر میکنم که یک درس خوبی را از دوره گذشته خود گرفته، حال بسیار خوب باید پیش برن تا نگذارن که مردم ما با امی جهل که وجود دارد بمانند. باید از این برایم جانای ما به عوض از که به خارج سفر کنند فرار کنند، باید در وطن خود تحصیل کنند و به این قسم نه. ما اینجا معلم هستم، معلم زبان دری پشتو و سویدنی هستم همچنان ریاضی. جوانایی که از افغانستان میان صرف 10 و 12 خواندن در لیسه و یا در ابتدای، ما هم در لیسه کار کردیم هم در ابتدای فعلا معلم هستم، که اونا اصلا یک جمله خوب پشتو و دری را نوشتن میتونن. بنابراین از این معلوم میشه 20 سال مشکلات های بودن. مثلا فاروق وردک وزیر قبلی شما 300 مکاتب خیالی را ساخته بودن. همین قسم یک قسم دوری بودن که جهل بود، به مردم درست خدمت نمیکرد. درست است که 4 میلیون اطفال ما به مکاتب میرفت، اما نتیجهش چی بود؟ از این پانتونا که قدر محصولین فارد شده، آیا ما میتونیم اونا را همیشه به کار بگیریم؟ آیا میتونیم که اونا چند زبان خارجی را گرفته و یا زبان خود را دری و پشتو را چقدر در ادبیاتش قوی هستند؟ این چیزا را ما همه میفهمیم، ما شما میفهمیم، مشکلات ها زیاد است. بگذاریم تا وقت بودیم که پروسه دولتداری طالبا را ببینیم و اینا چی قسم پیشنهادات و چه قسم راه را به خاطر معارف به پیش میگیره تا مردم از سهولت های از یا برخوردار شوند. و تشکر. موضوع عادی نیست. تشکر. ما باید بگیم که به هر طفل ما به زبان خودشان درس داده شود و این بسیار آسان است. ما پروژه های داریم مثل که خلیل صاحب گفت، ما بودجه داریم، جهانیان و یوناما کمک کرده میشه، به خاطر مکاتب زیاد کمک بشه. این باید به مکاتب مثلا شود و وزیر معارف باید یک کادر علمی معارف ما باشد، نه از تنظیم، نه از قاتلین، نه از اینکه این آدم خوش او را بگذارند. تشکر. باید یک کادر باشد. تشکر. تشکر. آقای خلیل، در این یک ماه و انده چی باید میشد؟ سلامت باشین. ببینین، ما بس متعلمین اکثرش در داخل افغانستان بودن، مکاتب تعمیرش در جای خود بود، چوکیات در جایش بود، تعمیر وزارت در جایش بود، هیچ چیز از هم نپاشیده بود، مانند ارتش و پلیس که کس فرار کرده باشه اینجا ساختار از هم پاشیده باشه. ساختار وجود داشت، سیستم وجود داشت، کشورم کشور اسلامی. ما بیشترین ساعت درسی را در معارف افغانستان اختصاص دادیم بر آموزه‌های اسلامی، بر تعلیمات اسلامی. کیمیا آمد به درس دادن دقیقاً بحثی که کیمیا آمد نه، ولی بحث فعال سازی یک نهاد مهم بود، مشروعیت و حاکمیت زنده ماندن یک نهاد بر ما مطرح بود که اولا بر مردم و بر جامعه ما یک پیام میدادیم که ما معارف را زنده ساختیم، ما معارف را از بین نمیبریم، ما معارف را توقف نمیدیم و ما معارف را سکوت نمیدیم. این یک کار گام بسیار خوب بود. اما بعدا که طالبان چی پالیسی نسبت به ارائه خدمات تعلیمی داشتن، به نصاب چی پیشنهادات داشتن، در تعیین آموزگاران چی پیشنهاد داشتن، در صنف‌های جداگانه. ببینید، بعضی خواسته های طالبان بسیار زمانگیر است و حتی در شرایط فعلی ناممکن است. اگر قرار باشه که ما صنف‌ها را جدا بسازیم، ما همکنون 9 میلیون دانش آموز داریم، 45% از این 9 میلیون تعمیر ندارن، اینا تعمیر برای درس خواندن ندارن. اگر قرار باشه که ما این صنفا رو جدا بسازیم، او 4 میلیونی هم که بیرون از ساختار تعلیم بودن او رو هم یک جا بسازیم، مجموعا بر 13 میلیون ما در حد تقریبا 25,000 تعمیر مکتب نیاز داریم. ساختن اینمی تعمیر از نظر زمانی 10 سال وقت کار داره، از نظر بودجه حداقل 10 میلیارد دلار کار داره احتمالی اگر صحبت بکنیم، این زمانگیر است. و در این حال یک بخش آموزه های دینی را، یک بخش از نصاب را که میخواین تغییرات برن در مسائل ساینس است، مسائل فرهنگ است، مسائل جغرافیا و تاریخ است، او بسیار کار ساده است، او شاید میشد. اما عملا که آنچه که جامعه نیاز داره، بازگشایی مکاتب و سیستم مدیریتی بازگشایی مکاتب، عملا مکاتب طبق یک اعلامیه گفته باز شوه، عملا ارزیابی وجود نداره، نظارت وجود نداره متاسفانه، بران پسی نمیتونه که عملی باشه. تشکر. تشکر آقای اندر. خب میگن که میز بود، چوکی بود، ساختار در جایش بود، چرا بازگوشا در واقع چرا باز نبود، چرا بسته شد؟ ببینین آقای خلیل صاحب،
اول امو در دوره که شما مشاور بودین این مسائل چرا دو وقت یادآوری نکردین با کیلو کیلو به دولت شما مشاورین معاش میگرفتین و این مسائلی که شما گفتین کلی مربوط به دولت میشد اما وقت باید این کار میکردین میدویدین برای جمهور با وزیر معرف امرا شان حل خلی در مورد روی کار آمدن طالبا گپ میزنه بله 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 مال میم و وقتی که طالبا آمدن شما میدانوی را شاید حالش هستین مردم چقدر پراکنده بود ترس زده بودن همگی در فرار بودن کابل در حال وهم زده بودن مردم نمیتونستن در این وقت اولاد خود بکشن خود خلیلی سم شاید در چند روز به میدیا آمده باشن همگی پوت بودن و گریختن و کسی در تاکایا بود بودن کسی یک جا بودن کسی یک ولایت رفته بودن مردم وهم زده بودن مردم ترس خورده بودن از طالبا فکر میکنن که طالبا یک گروه است که بیخی بیان کابل به دیگری میکنن اما دیدن که طالبا پروسه بسیار خوب را به پیش میبرن و دولتداری بسیار صحیح است و جهانیان متوجه است با دموکراسی و آزادی بیان و با حقوق زن و مرد و همچنان با اطفال توجه زیاد میکنن کارشان زیاد روان است شما در 20 روز همه مسائلی که در 45 سال در دولتین دولت سابق رخ داده و پیش آمده و در دولت های سابق ما که یادم است همه مشکلات ها بود این مشکلات ها را باید بهرم سر دولت طالبان باید پرتیم هرگز این حق نیست این حق گفتن نیست ما طرفدار هیچ کس نیستم اما این حق گفتن نیست باید ما بگذاریم که اینا چی پلانای دارن و این انتقادات بسیار زود است قبل از وقت است شاید بسیار یک دولتداری و یک معارف خوبی باشن چون ما حالی امنیت داریم مردم همه قسم جمعیان ما شما در میدیا و در تلویزیون صحبت میکنیم مردم به همه قسم در هر جای صحبت خواهد کردن از دولت خواست میخواین تا در خرجات در جایی که مکاتب نیستن مکاتب ساخته شن و اولاده خود به شکل بسیار آرام به مکاتب رو کرد تشکر بله آقای اندر با پوزش یک وقفه داریم دوباره برمیگردیم ادامه محور پس از وقفه کوتاه به ادامه محور خوش آمده تو قایان در اگر از گپای قبلیتون چیز مانده بگوین اگر نه پرسش بعدی را مطرح بکنم بله مردم در همین وقت دولت های گذشته اولادای خود به مکاتب روان نکردن دوست اختطاف میشدن دخترای خود روان نمیتونستن اختطاف میشدن در پانتونا جنگ بود شما شاید هستین که جوانان ما کشته نشدن در مکاتب ویدیوها در یوتیوب برامده که معلم علف میکنن آیا این مسائل همگی مربوط دولت فعلی میشه نه ما باید بعد از این ببینیم که چی میشه و وقتی که امنیت است در کل ایالت‌ها اجازه بدین آقای در آقای خلی میگن که سوء تفاهم شده بس شما مطرح بکنن بعد میایم طرف شما جناب استاد من با نظریات شما یک بخش نظریات جناب استاد اندر موافق هستم اما سوء تفاهم شکل گرفتم ببینین بحث ما این است که ما یکی بازگشایی مکتب داریم گفتیم که یکی ارتقای ظرفیت و انکشاف سکتور و معرف و ارائه خدمات بهتر تعلیمی است که او گپ بعدی است اشتباهاتی که در گذشته صورت گرفته به هیچ صورت مربوط به حکومت امروز نمیشه اما تنها بحث ما سر ازی بود که یعنی راه های ممکن معقول و زمینه ها و فرصت های بازگشایی مکاتب به شکل بهتر از امروز وجود داشت وجود داره ما تکرار میکنم که زمانی که امارت اسلامی وزیرش معرفی میکنه موینش معرفی میکنه چی نیاز است که دروازه وزارت بسته باشه درست است و چی نیاز است که امی عملا مامورین به دفاترشان نبیاین وزارت معارف آنچه که استاد اندر میگفتن خلاف حرف اولشان صحبت میکنن استاد گفتن که در طول چندین حکومت گذشته معارف افغانستان سیاسی ساختن بله وقتی که اونا سیاسی ساختن طالبا سیاسی نسازن معارف افغانستان یک اداره کاملا بی‌طرف کاملا ملکی و او یک خدماتی را انجام میده که اگر به حکومت طالب هم یک نیاز است به حکومت غنی هم یک نیاز بود به حکومت کرزی هم یک نیاز بود یک اداره غیر سیاسی است بنان عفو میخوایم وقتی که اداره غیر سیاسی است اداره غیر سیاسی رو باید در ابتدا آغاز بکنیم فعالیت ولی من میگم که قدم های مثبتی گذاشته شد در اول روزهای اول مثال وزیر معرفی شد خب صنف های اول تا شش قبل از حکومت باز شده بود صنف اول تا شش قبل از وقتی که ما در کرونا رفتیم به سمت تعطیل مکاتب دوباره مجددا بازگشایی مکاتب که صورت گرفت او رو در سه مرحله خواستن که تطبیق بکنن مرحله اولش مرحله ابتدایه بود به دلیل اینکه ریسک خب بعد از اینکه طالبان بدن بسته بود تا زمانی که خودشان اعلام کردن نه خیر نه زمانی که
زمانی که امارت اسلامی آمد مکاتب از صنف اول تا صنف شش باز بود. آقای اندر چیزی گفتنی دارین؟ تشکر از شما آقای خلیل صاحب. خب نظرات خودشان است، اما بسیار مشکلات های به هر دولت قدیم و به دولت بعدی مشکلات های را به جای مانده که با طالبا در قدم اول همه ما شما باید رسیم که امنیت سرتاسری که ما در 45 سال امنیت کشور ما و مردم ما جامعه ما تهدید بود، اولین گپی که بهش که امنیت است. وقتی که امنیت می تنها سکتور معارف نیست، سکتور بسیار بخشا باید فعال شوند که معارف در قدم اول است که توجه زیاد شود، چون اولادای وطن ما باید به شکل بسیار خوب و شگفتانگیز برن طرف تعلیم خود، تربیه خود تا جامعه بچرخد و چرخاندن جامعه با مکاتب بسیار خوب معلوم میشه. همچنان باید گفت که تاکید میکنم که منتظر شویم تا به حال قبل از وقت است. اینقدر انتقادات جدی خدا نخواسته باعث از این میشه که سوی تفاهم در میدیه ها میه. تشکر. آقای اندر شما آموزگار هستین و از دل یک شاگرد خیلی خوب میاین. فکر میکنین همین وضعیت مبهم چقدر به انگیزه میسازه شاگرد داره؟ بسیار زیاد. من گفتم که شاید شاگردی که از صنف نو فارغ شده اونا رو به فرار کنن و هیچ وقت طالبا پیش روی اینقدر کریمینل یا جرمای جنایی رو گرفته نمیتونن. اگر ما مکاتب شروع نکنیم این جوان ها، این شاگرد ها اول خو رو به ایروین و سگرت و نسوار رو چسب میارن یا بیکار میشن، در کوچه ها میگردن. ببینین یک فاجعه است. ما 4 میلیون اشخاص دارن که مبتلا به عمل ایروین هستن که با اونها مردم ما، جامعه ما، دولت ما شاید تا بسیار وقت با مشکل دچار باشه که نگذاریم دیگه جوانای ما یا از وطن فرار کنن و یا رو به مواد نشه‌ای برن، که خودش یک فاجعه است که با سالهای سال ما رو جبران نخواهد کرد. بنابراین جوانای ما ضرورت دارن تا به مدارس و مکاتب برن و یک شاگرد وقتی که زلزله بشه شاید یک کسب کار، یک کار را پیدا کنه که باز اون مکتب هم نره، چون زلزله شده در افغانستان غریبی فقر هم زیاد است، امکان زیاد داره بسیاری مردم رو به کار برن که اصلا ما نمیخوایم جوانای ما رو به کار برن. جوانای ما باید تعلیم کنن تا جامعه ما خوبتر پیشرفتر. امی آقایان در انگیزه و شوق خلاقه را چطور میشه احیا کرد دوباره برگشتان به شاگرد؟ خب آل شرایط شوق و انگیزه خوب بسیار زیاد است. اینمی میدیه های ما وقت که اعلان کنند ترانه های مختلف ها برشان شروع کنند و زنگ مکاتب زده شد، بسیار با شوق در مکاتب بدون از اینکه مثل خلیل صاحب گفتن بدون تبعیض سمتی و قومی و تنظیمی و این مسائل فکر نکنم که حالی باشم یا با آفدن قبل بودن دیر شروع بودن و زنگ مکاتب زده شدن. همچنان کمک های شود که در اوجا برای اطفال یا مدرسه یا مکاتب باید نان هم داده شود تا اینا تشویق شوند. شما ببینید در قدم اول جمهوریت در وقت دولت کرزی برایشان فکر میکنم بسکیت و روغن و چیزا میدادن، بسیاری مردم پس رو آوردن، چون مردم ما فقیر هستن. اگر نان چاشت برایشان بتن یا یک کم کمک های اقتصادی به خانواده های غریب شوند، پول زیاد می همیار 1 میلیارد دلار که یوناما کمک کردن یا ملل متحد کمک کردن، این برای این مسائل است. تشکر. اینیست که ما حتما باید سلاح بخریم، طیاره بخریم، برای مکاتب هم میمست. تشکر آقای اندر. آقای خلیلی چقدر توانایی و ظرفیت را در طالبان میبینید تا یک ساختار منظم و مشخص و آموزشی ایجاد بکنند؟ دقیقا. من قبل از سوال شما جواب بدم به سوالی که بندر صاحب گفتن، ببینید بحثی که اساسی ترین هدف وزارت معارف افغانستان یادگیری است. یعنی مجموعه ما نصاب داریم، آموزگار داریم، تعمیر داریم، هم اداره داریم، وزیر، معین، همه ساختارها یک طرف قضیه است، یک طرف یادگیری شاگرد است. شاگرد چگونه یاد بگیره؟ یادگیری شاگرد تا زمانی که خود شاگرد مصمم نشه که یاد میگیره، نه آموزگار مؤثر است، نه نصاب مؤثر است، نه ترانه مؤثر است، نه حکومت، نه نظام. یاد متحد شدن شاگرد که شاگرد خودش مصمم به یادگیری میشه، ارتباط میگیره که در چیگونه یک خانواده پرورش یافته،
در چی گونه یک جامعه زندگی میکنه، چی گونه رسانه ها را تعقیب میکنه، با چی گونه شرایط امنیتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دست به گریبان است. مجموعه از عوامل یک شاگرد را برای ما تقدیم میکنه در صنف که عملا فیزیکی در صنف حضور داره یا تنها فیزیکال و ذهنش هم در صنف است. ما تا زمانی که بر نگردیم یک بخش از مسئولیت های وزارت معارف باید گرفته شود. عملا باید نام وزارت معارف اصلاح شود. نام وزارت معارف بسیار کلان است. تنها باید تعلیم و تربیت نامزی گذاشته شود. خب نام زیاد مهم نیست، کیفیت مهم است. به دلیل از اینکه وقتی که ما نام وزارت معارف میگیم، معارف، کلمه معارف یک مجموعه کلان از بخش‌های فرهنگی و بر علمی را در با خود داره که او ارتباط میگیره یک بخشش به وزارت حج و اوقاف، به وزارت اطلاعات فرهنگ، به سایر ادارات. بنان به او اساس ما ارتباط میگیره به اینکه یعنی کار تعلیم تربیت، اینکه ما چی رقم میتونیم شاگرد را با شوق بیاد درس بخونه، یاد بگیره و قابلیت های زندگی متعلم را ما بالا ببریم، او ارتباط با مجموعه ادارات میگیره. اما آنچه که در برمیگرده به سوال شما، اینکه طالبان چیکونه، چقدر ظرفیت داره، بدون شک طالبان از نامشان پیداست که یک بخش بزرگ از اینا علمای دین هستند. اینا فهم دینی دارن و به یقین که آموزه های دینی مصیریت خودش هم داره و در متون دین یک بخش بزرگ از علوم است. حالا برمیگرده به این که چیگونه ما میتونیم از این علوم مفاهیم را بیرون بکنیم و نیازمندی های روز مرفوع بسازیم و قابلیت های زندگی را شهروندان را بالا ببریم. اما من در اینجا یک چند پیشنهاد و مشخص آنچه که جناب اندر صاحب گفتن، گرچه که اندر صاحب از آب و نان و هوای این سرزمین استفاده کردن، امروز زندگی خودشان در وقف بر شهروندان اروپا میکنه، اما ما در این تهدیدات و مشکلات در خدمت هموطنان خود هستیم، اگر ماش کم گرفتیم یا زیاد. بس پیشنهاد ما بر طالبایی است که در ساختار معارف افغانستان ظرفیت ها کترهای بسیار خوبی وجود داره. طرح ها پالیسی های خوبی ساخته شده، سالهای سال نصاب خوب ساخته شده. دکتر میرویس بلخی وزیر قبلی زمانی که مسوده نصاب ساخت، این مسوده نصاب با تمام دانشگاه ها، با تمام رسانه ها، با جامعه مدنی، با مردم، با علما شریک ساخت. گفت نظرتان بدین چگونه یک نصابی بسازیم که هم در او یک نصاب اسلامی باشه، هم در او مسائل ساینس در نظر گرفته شده باشه، هم فرهنگ افغانی و هم نیازمندی های روز ما مرفوع بکنیم. بخصوص اون حساب شریک ساخته شده بود و یکی که میتونن طالبا از ظرفیت و از امکاناتی که در داخل افغانستان وجود داره و در هماهنگی با وزارت معارف با ساختارهای بین المللی میتونن هر تغییراتی را که میارن تشبه. اما مهمی است که روند ارائه خدمات تعلیمی باید توقف نداشته باشه. تشکر آقایان. در حد یک دقیقه. طالبا علمای دین هستن، دوست ما هم گفتن. فکر میکنم که در اسلام بسیار خوب به دقت واضح شده که حتی زن تعلیم بالای زن و مرد فرض است، ولو اگر در چین هم باشد، یعنی چین غیر مسلمان بودند. بنابراین طالبا تغییر وقت، اگر طالبا تغییر نکردن وقت تغییر کرده. مردم ما پیشرفت میخواین، جامعه ما پیشرفت میخواین و با اوسایه ما میخواین که به یک سمت زندگی کنیم. در پاکستان، در ایران هم دولت های اسلامی هستند، بسیار خوب مکاتب هستند، مدارس هستند به شکل بسیار پیشرفته، مدرن، لابراتوار خوب دارند. امیدوار هستم که ما منتظر شیم تا طالبا هم در مورد معارف یک نیروی قوی خوده با کوشش پرده و کمک های جانیان هم جذب کنند تا بتانیم یک معارف خوبی داشته باشیم و اولادای ما با آرام، به شکل آرام، بدون تبعیض، بدون اینان، بدون جنگ، بدون هر لحظه فرار از مکتب زندگی کنن و درس خودشون تعلیم کنن تا آینده کشور ما رو بسازن. آقای احمد خان اندر، آموزگار از سویدن، و آقای پرویز خلیلی، مشاور پیشین وزارت معارف، اینجا در استودیو. تشکر از دو مهمان عزیز و دوستا. ادامه محور. زلمه خلیلزاد در یک گفتگو با فاینانشال تایمز اوضاع کنونی افغانستان را برخواسته از گریز اشرف غنی از افغانستان میداند. او میگوید که اگر اشرف غنی فرار نمی کرد، طالبان وارد کابل نمی شدند. و گفته خلیلزاد، هنگامی که اشرف غنی از کابل فرار کرد، او در دوحه بود. از سوی هم برخی از شهروندان کشور فرار اشرف غنی از افغانستان را یک کار بی‌خردانه میدانند. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، برای نخستین بار پس از سقوط حکومت پیشین به فاینانشال تایمز گفته است که علت اوضاع کنونی افغانستان برخواسته از گریز اشرف غنی از افغانستان است.
خلیلزاد در این مصاحبه گفته است که او با مقامهای طالبان در دوحه توافق کرده بود که طالبان وارد کابل نشوند، اما پس از گریز غنی و ایجاد خلای قدرت در کابل، طالبان وارد کابل شدند. خلیلزاد گفته است که زمانی که طالبان وارد کابل شدند، او در دوحه بود. خلیلزاد در 20 سال گذشته نقش بسیار مخربه در تحولات افغانستان داشته، از 2001 در کنفرانس بن تا و توافقنامه که در دوحه امضا شد و بعد از او به اسلام و عملی شدن از توافقنامه ها که به شکل بسیار پنهانی و مخفی توافقات میان طالب ها و امریکایی ها صورت گرفت. امریکا پلان خصمانه داشت، میخواست که چند ولایت را به طالب ها بدهن و چند ولایت دیگه پیش جمهوریت باشن تا جنگ بین افغان ها دوام داشته باشن و هر پلان خصمانه که امریکا و طرفدارانشان داشتن او را عملی کنن تا در پلانه های استراتژیک خود کامیاب شوند. با گفته خلیلزاد، اشرف غنی توافق کرده بود که تا هنگامی که بر سر دولت آینده موافقت نشده است در پست خود باقی میماند. با گفته خلیلزاد، گریز اشرف غنی سبب شد که گفتگوها در دوحه پایان یابند. برخی از باشندگان کابل نیز در این باره دیدگاه های گوناگون دارند. خلیلزاد وینا ډیر بنیادی نه ده، ځکه چې په دوحه کې د سولې خبرو اترو کوم مسولیت شو هغه د اشرف غنی پر غاړه نو، هغه د ډاکټر عبدالله پر غاړه او د خلیلزاد پر غاړه. ظلمی خلیلزاد خو به کل مردم افغانستان معلوم است که یک شیطان و چاپلوس بود، د مو چاپلوسی کو ناکام شد، حالا فعلا خارج تا کل دنیا ناکام شده در افغانستان. اشرف غنی به تاریخ 15 اگست از افغانستان گریخت. با گفته خلیلزاد، او دو ساعت پیش از وارد شدن طالبان به کابل از افغانستان فرار کرد. در یک ماه پسین برخی از بخش‌های کنار جاده‌های کابل به محل فروش اموال خانه‌ها مبدل شده. بسیاری کسان که اموالشان را می‌فروشند، کسان هستند که می‌خواهند کشور را ترک کنند و شمار دیگرشان ناداری واداشتشان تا اموال خانه‌ایشان را بفروشند. نزدیک چمن حضوری کابل، جاده‌ای که پیاده‌روهایش به محل فروش اموال خانه‌ها مبدل شده است. این مرد که دکاندار است، دار و ندار خانه اش را برای فروش به اینجا آورده است. معلومه می کون پنیم ریډی نیمم نه، یو لکو سامانم په 40 زره ورک. یو یخچال اخیسته 25 زره، 40 زره، 40 زره، 15 زره خرڅیږي. توشه کې ما اخیسته 10 زره او سم 2.5 زره خرڅه کړی. ا ترمیزونو نه مولی را 15 سم خرڅ کړه. نو څه وکونو مجبوری راځه چې بیګا ته ما شما او چې غواړي. از قالین تا یخچال و تلویزیون و دیگر اموال خانه را که از برخی از آنها ظاهراً کمتر کار گرفته شده‌اند در این بازار می‌توان دید. محمد آقا، سرباز پیشین پلیس، از 10 روز تا کنون با پهن کردن چادر در این جاده مشغول خرید و فروش این اموال است. او می‌گوید که یک ماه تنخواهش را نگرفته است و سرنوشت کار و زندگیش ناروشن است. به خاطر بیچارگی و ناچاری دیگه معاش قطع شد، بیا در یک ماه معاش ما را بردن دیگه، از همون خاطر دیگه وظیفه را کردن نمیتونیم دیگه، چی کار کنیم؟ از همون خاطر به می کار آمده ما وقت خوی ای را دی به خریده نمیتونستیم، به خاطر از اینکه قیمت بود اینا ل دی جا کم زره خوب است، نرخش ارزان است، به خاطر از اینجا آمده می خرید. شماری از کسانی را نیز در اینجا می توان یافت که با فروش اموال خانه هایشان مشغول خرید و فروش اموال دیگران نیز هستند. خودم انجینر برخ هستم، 17 سال تاثیر کردیم، بچه ما پانتون زمینشناسی را خلاص کرده، منتها نه ماش داریم، بیکار، یعنی بیروزگار، کرای خانه داریم، پیسه خرج نداریم، اینجا مال خانه را آوردیم که بفروشیم، بالاخره یک بوجی آرد، یک نان بخوریم. پس از سقوط حکومت پیشین، روند عادی زندگی در کشور مختل شده است و هر روز شمار افرادی که میخواهند افغانستان را ترک کنند رو به افزایش است. افرادی که مهاجرت را همچون آخرین روزنه امید برای آیندهشان می‌بینند. وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که تلاش‌ها از بهر ردیابی گنجینه باختر آغاز شده است. معاون کمیسیون فرهنگی این وزارت می‌گوید به نهادهای مسئول وظیفه سپرده است تا خزانه باختر را پیدا کنند که آیا این گنجینه تاریخی در کشور است و یا به بیرون از کشور انتقال داده شده است. احمد الله وثیق می‌افزاید که بررسی‌ها نشان می‌دهد که موزیم ملی، آرشیف ملی، گالری ملی و دیگر اثرهای تاریخی و ملی در محل‌های خود نگهداری شدند. گنجینه باختر یکی از دارایی‌ها و اثرهای مهم کشور به شمار می‌رود که حکومت پیشین در ماه فوریه امسال ظاهراً از بهر حفاظت از آن این گنجینه را در قصر چهارچنار ریاست جمهوری انتقال داد و پس از آن به نمایش گذاشت.
اما پس از سقوط حکومت پیشین درباره چگونگی مسئولیت این گنجینه نگرانی های به میان آمدند. معاون کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که به نهادهای مربوطه هدایت داده شده است تا بررسی هایشان را درباره محل نگهداری این گنجینه آغاز کنند. دغه قضیه تر بررسی لاندې ده او موږ معلومات کوو، جزئیات ترلاسه کوو چې واقعیت څه ده، او که چیرته دا سوي هم وي نو دا د افغانستان سره یو جفا ده، د افغانستان د تاریخ سره یو غټ خیانت ده، او دا باید په دې کې به اړوند مراجع بیرته کوشش کوي چې دغه هر څه چې بهر ته لیږدل سوي دي نه یوازې د باختر خزانې چې ځینې موږ نور دغسې مواردو کې څه انتقال سوي دي، د افغانستان حکومت په دې اړه باندې جدي قدم. آقای وسیق بر حفاظت و نگهداری موزیم ملی، آرشیف ملی و گالری ملی تاکید می کند و می افزاید که این اثرهای باستانی و تاریخی به نمایش گذاشته خواهند شد. اگر برخی سی زیان نور ترسیجی یا محرمی ندی، اگر با نعمه خلق و ننداتون تولندی کیج و خلق بگوری. از مورد تصمیم هم داده و لزین نور و نلیوال و طولان سرسی در تاریخی عبیدات و پساتنه که هم داغسی در موزیم و در نور و پرهنگی توکی و پساتنه که قراردادون ور سره سته او لاستین کوم توافقنامه ور سره سوي دي، هغه ان شاء الله پر خپل حال باندې پاته وي. از سوی دیگر شماره شهروندان کشور میگویند که گنجینه باختر سرمایه ملی کشور است و باید به گونه درست از آن حفاظت شود. چرا برده؟ باید در کشور خود ما باشه، هیچ بیادر گل باید نره، هر چیزی که تاریخی است باید در موزیم خود ما باشه. تمام تولد یک کشور آثار تاریخیش بیان میکنه. اینجا هم گالری ملی است. در این گالری نقاشی ها و میناتوری ها از نقاشان کشور نگهداری می شوند و دروازه های این گالری مهر و لاک شده است. قبل از آمدن امارت اسلامی نمایشگاه دائمی نگارستان ملی آثارهایشان داخل مخزن بود و اونا محفوظ بودند، مهر و لاک بودند. تا فعلا مهر و لاک است، محفوظ است، الحمدلله همه چیز دست نخورده باقی ماند. در کنار گنجینه باختر دیگر اثرهای بارزش و اثرهای باستانی و تاریخی کشور وجود دارند، اما در جریان تحولات سیاسی در دهه های گذشته به این اثرها زیان های رسیده بود که دوباره بازسازی شدند. این بار هم نگرانی های وجود دارد که به این اثرهای تاریخی مبادا زیان رسیده باشد. شمار از شهروندان کشور میگویند که پرداخت نشدن معاشات و فعال نشدن برخی از ادارات دولتی به یکی از نگرانی های جدی برای آنان مبدل شده. در این میان یکی از آموزگاران میگوید که نزدیک به 2 ماه می شود که تنخواه نگرفته و با چالش جدی اقتصادی روبرو شده. از سوی هم متوقف بودن توزیع شناسنامه ها به چالش های برخی از شهروندان کشور افزوده. گیتی در یکی از مکتب های دولتی شهر کابل آموزگار است. میگوید یک هفته پس از سقوط حکومت پیشین به وظیفه‌اش برگشته است، اما تا هنوز از پرداخت حقوقشان خبری نیست. تقریبا مدت 2 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم، با مشکلات اقتصادی روبرو هستیم و معلمینی که در مکتب ما هستند هم از اینا نانور خانواده خود هستند، به خاطر بسیاری زیادی از اینا شوهرایشان فوت کرده و مشکلات اقتصادی خیلی را روبرو هستند. فعال نبودن برخی از نهادهای دولتی نیز از چالش های دیگر شهروندان کشور است. شماری از باشندگان کابل که برای گرفتن شناسنامه مراجعه کردند میگویند بیش از 1 ماه می شود که در انتظار گرفتن شناسنامه برقی هستند. فعلا آمدیم در توزیع که بگیریم، ولی هر باری که میگن توزیع شروع نشد. همین دیگه یک خواهش داریم که هر چی زودتر این روند شروع کنن، کال کسایی که ثبت نام کردن تذکره خدا بگه. 2000 است که میگم پشت خاطر تذکره مردم مشکل زیاد داره. تذکره ما کاملا خلاص است، ورق ما در پیش ماست که چاپ شدگی در قطعه 24 موجود است، کارمندا فعلا نیست، خب مشکلات زیاد است. یکی از مسئولان ریاست عمومی ثبت احوال نفوس میگوید شناسنامه هایی که پیش از این چاپ شدند روند توزیع آن هفته آینده آغاز خواهد شد. واسه مو فعلا کارون هم شروع کردی، شنبه ورځ به ان شاء الله د کم تذکره چې مخکې چاپ شوی دی دا توزیع کو، او نو تذکره واسه پر معلومات نشه کم چې ته بعد موږ ته د امر رسانی معلومات را کی. در این میان رئیس الوزرای کابینه سرپرست در نشست روز چهارشنبه به سرپرست وزیران و نهادهای دیگر حکومتی دستور داده است که بیدرنگ نهادهای دولتی را فعال سازند و کارهایشان را شتاب بخشند. دی معاشونو په اړه هم تر ډیره حد پیشرفت شوی ده ان شاء الله، او په نږدې وخت کې به ان شاء الله موږ یو خپ د خپر مختک شاهدان اوسو،
او کارونه به ان شاء الله ټول خپ مخ روان شي. وضعیت تر هغه ډیر د ویرو د اندیشنې وړ دی چې دلته معلومیږي. یو خو په ډیرو اداراتو کې درې میاشتې څلور میاشتې خلکو معاش نه دی اخیستی، د بلې خوا څخه دغه تحول راغی ټوله، د بلې خوا څخه بانکونه وتړل سوله. شهروندان کشور میگویند که اگر ادارات دولتی فعال شوند، اوضاع اقتصادی کارمندان دولت و کسبکاران نیز بهتر خواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگوید که متوقف بودن فعالیت‌های بانک‌ها بر چالش‌های بازرگانان افزوده است. مسئولان این اتاق میگویند که بسته ماندن بانک‌ها سبب شده تا دوران پول متوقف گردد و این کار سبب شده تا بیکاری و ناداری هم افزایش یابد و گفته آنان بازرگانان نمی‌توانند که کالاها را وارد و صادر بکنند. اما مسئولان بانک‌های خصوصی در کندهار میگویند که بازرگانان می‌توانند که پول‌هایشان را از یک بانک به بانک دیگر انتقال بدهند. اینجا در اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری کندهار شماره از بازرگانان گرد آمدن و از متوقف بودن فعالیت‌های بانک‌ها نگران هستند. این بازرگانان میگویند که از انگام متوقف شدن فعالیت‌های بانکی تا کنون بهای مواد خوراکی نیز تا چند برابر افزایش یافته است. بانک تچ پیسو را غلی دی، پا میلانو پیسی در صادرات والا را غلی دی، چه اغا پا دنیا که معلوم پیسی دی، دست ندی چی تور پیسی دی بلکم پا اسناد و دی پا اسناد و بیرت در دنیا چرا انتقال کیجی بانک. بانک چرا انتقال سوی بانک وی مش پیسی نلو. کچیری امار اسلامی افغانستان پر تجاران باور نکلی او تجاران پر امارت باور نکی، پر تجارت باور نکی، پر بانکونو خصوصی بانکونو غټه بی اعتمادی را منځ کیږي. د دې سبب بیرته موږ کلاسیک سیستم ته ځو چې خلک به بیرته خپلې پیسې یا په بالښتونو کې ږدي یا بیا په سراپیو کې ږدي او خصوصي بانکونه د پلچ کېدو د خطر سره مخامخ دي. در همین حال مسئولان بانک‌های خصوصی و دولتی میگویند که تا فعال شدن فعالیت‌های بانکی بازرگانان پول‌هایشان را از یک بانک به بانک دیگر انتقال داده میتوانند. د تجارت کې دا باید د اکاونټو د لارې وکړي او دا په ټوله دنیا کې وصولی دي. په ټوله دنیا کې کیش نشته چې ته یو شی رانیسي کیش ورکړي هغه بلته ورکړي. تاجر مستحق د پیسو دی که نقدې واړي که ترانسفر وي که ټیټي کوي، هغه په بانک پورې اړه هم نه لري او دا په قانون کې هم نشته. اما متوقف شدن فعالیت های بانکی چه اثری بر کاروبار مردم دارد؟ واسو یو نیم سال غوانی دا پور سوار شي پور کوړی دی کوړی دی کشای دی کبره دا شانګر دا سلو دا پور دا سوال ګر شان پور. در این باره دیدگاه مقام های محلی و مسئولان بانک مرکزی در کندهار را به دست آورده نتوانستیم. شمار از شهروندان کشور به ویژه بیمارداران از آغاز نشدن روند توزیع گذرنامه شکایت دارند. آنان میگویند که نیاز دارند تا هر چه زودتر بیمارانشان را برای درمان به بیرون از کشور انتقال بدهند، اما به علت متوقف بودن توزیع گذرنامه نمیتوانند این کار را انجام بدهند. در این حال معاون ریاست پاسپورت میگوید که کار برای آغاز توزیع گذرنامه ادامه دارد و به زودی عملی خواهد شد. باشندگان شمار از ولایت ها از متوقف شدن فعالیت های بسیاری از نهادهای دولتی در کشور نگران هستند. آنان میگویند که مختل شدن فعالیت های این نهاد صدمه بزرگ به فعالیت های روزانه ایشان وارد کرده است و نیز به بازرگانان زیان های زیاد رسانده است. مقام های امنیتی در ولایت کندوز اطمینان می‌دهند که هیچ تهدید از بخش های مرزی افغانستان برای کشورهای همسایه وجود نخواهد داشت. مولوی نجیب الله هارون رئیس امنیت ملی کندوز میگوید که مکنون در مرز میان افغانستان و تاجیکستان تدابیر امنیتی گرفته شده. در این حال باشندگان کندوز از مقام های امنیتی این ولایت میخواهند که امنیت باشندگان کندوز را تامین کند. با این ترتیب رسیدیم به پایان محور. تا درود بدرود.